جلسه 55 از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم با افکت 3D کامرا تراکر آشنا بشیم و میخوایم یاد بگیریم چطور میتونیم یک متن رو در یک سطح قرار بدیم. خب من یه ویدیو دارم، از اینجا کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم تا یه کامپوزیشن برام بسازه با مشخصاتش، فیتش میکنم و از پنجره افکت and presets 3D کامرا تراکر رو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم یا روی ویدیو یا روی لایم رهاش میکنم. خب شروع میکنه به پروسس، دست بهش نزنید. این قسمت ببینید سمت چپ پنجره افکت کنترل اووردش، یه سری گزینه ها هم داره ولی دست نزنید، دست بزنید به هم میریزه، کاریش نداشته باشید. این داره خودش کارش انجام میده، زمان هم میبره، بهتره با سیستمتون کاری نداشته باشید. این ویدیویی که من آوردم بهتره که یک سری قواعد رو رعایت کنه، وگرنه ممکنه به شما ارور بده. هر ویدیویی رو نمیتونید بدید به این افکت و واسهتون آنالیز کنه. این خصوصیات رو داشته باشه بهتره. خب یک، ویدیوی طولانی بهش ندید، هرچی کوتاه‌تر باشه بهتره، چون این کار زمان بره. دو، تلاش کنید یک صحنه بیشتر نداشته باشید. از این ویدیو نباشه که از این صحنه میره تو اون صحنه، از اون صحنه تو این صحنه، همین یه دونه صحنه باشه. سه، بهتره که دوربینتون آروم حرکت کنه. هرچی آرومتر حرکت کنه افتر افکت بهتر میتونه پردازش کنه و نتیجه بهتری به شما بده. اگه دوربین حرکت های سریع داشته باشه شاید حتی ارور هم به شما بده و کار انجام نده. و نکته آخر، بهترین حالت اینه که ما در این ویدیو حرکتی نداشته باشیم. دوربین حالا یه مقدار آروم حرکت بکنه، بله این باید باشه برای زیبایی کاره، ولی بهتره که مثلا اینجا چند نفر نباشن، شلوغ نباشه که اینا شروع کنن به حرکت کردن، یا مثلا اینجا جاده باشه که پر اتومبیل باشه، اتومبیل‌ها حرکت میکنن. اینا میتونه سبب شه که نتیجه اونی نشه که شما میخواید. خب اینجا باید صبر کنیم، ببینید تا حالا 56 درصدش تموم شده بود، نوشته 34 ثانیه‌اش مونده، الان 60 درصد تموم شده. صبر می‌کنیم تا اینکه کار انجام میشه. دقت کنید به هیچ کدوم از این گزینه‌ها هم دست نمیزنیم. می‌بینید که شد 99 درصد و وارد مرحله دوم شدیم. این مرحله رو هم باید صبر کنیم تا اینکه تموم بشه. خب می‌بینیم که تموم شد و یک سری نقاط به ما داد. حالا دقت بفرمایید، برای اینکه نقاط رو ببینید، اگر یه وقت دیدید نمیبینیدشون، لایه باید انتخاب شده باشه، از پنجره افکت کنترل افکت هم باید انتخاب شده باشه تا من بتونم لایه رو ببینم، نقاط رو ببینم. خب این نقاط رو من میتونم به بقیه گزینه ها دست نزنید، چون دوباره شروع میکنه از اول به آنالیز کردن، ولی اینطوری نیست. من وقتی که نقاط رو به دست آوردم اینجا میتونم نقاط رو بزرگ کنم، مثلا 200 درصد کنم، کوچیک هم میتونم بکنم، خودم میدونم. اینجا ببینید این تارگت رو من میتونم این 100 درصد رو بزرگ و کوچیک کنم، تارگت بزرگ و کوچیک میشه. ولی دقت کنید این نقاط در فضای سه بعدی قرار دارن. ببینید اینجا هم روی 3D قرار داره، در فضای سه بعدی، یعنی بعضیاشون عقب‌ترن، بعضیشون جلوترن و من برای اینکه فضای سه بعدی داشته باشم باید سه تا نقطه رو انتخاب کنم. وقتی سه تا نقطه رو خودش سلکت میکنه این سیب رو برای من میاره. این الان سه تا نقطه شد. این وقتی این سه تا نقطه رو پیدا میکنه، این سه تا نقطه این فضا رو تشکیل میدن. من فضای میخوام که دقیقاً تخت، یعنی یک صفحه میخوام که چسبیده باشه روی این دیوار. پس مثلا ببینید این سه تا نقطه به درد من نمیخوره، این اوریبه صفش. پس اینقدر باید حرکت کنم، جاش مهم نیست. فرض کنید میخواد اینجا بنویسید، یه دیوار خیلی بلندن دارید، اینجا به دست اومد این سه تا نقطه، مشکلی نیست، جابجا میکنیم. حالا این سه تا نقطه خوب بود، این سیبلمون هم خوبه، رایت کلیک کنید، به همین راحتی create text and camera کلیک کنید، یک تکست برای شما نوشت. حالا این تکستتون اینجاست، کامراتون هم اینجاست. یه نگاه به کامرامون بکنیم، بیایم اینو ویوشو بذاریم تاپ و یه مقدار بریم عقب. ببینید یه دوربین آورد که من اگر سیتی هایو جابجا کنم میبینیم که قشنگ حرکت میکنه. کاری با این دوربین نداریم، نگرانش نباشید. من دوباره اینو میارم فیتش میکنم و اینو هم میارم میذارم روی اکتیو کامرا، برمیگردیم سر شرط قبل، میریم سراغ تکست. خب من این تکست رو سلکت کردم، میتونم از پنجره کاراکتر باز کنم، رنگش رو عوض کنم. اینجا کلیک میکنم و حتی این ابزار رو انتخاب میکنم، یک رنگ از محیطش انتخاب میکنم که طبیعی تر باشه، مثلا این رنگ،
و اینجا اوکی میکنم، این رنگش عوض شد، جاش هم میتونم عوض کنم، اینجا گیزمو رو میتونم بگیرم وایش رو بیارم اینجا، دوباره میخوام مثلا سایزش هم عوض کنم، از اینجا سایز رو میتونید عوض کنید، ولی چه بهتره بیاد اینجا اسکیل رو بزنید، از اینجا عوض کنید. مثلا سایزش رو بهش میدم 1000، ببینم چی شد، بهتر شد. خب با گیزمو یه مقدار ایکسش هم جابجا میکنم بیاد اینجا، بد نشد و یه مقدارم میتونم ببرم بالا. نیاز به چرخیدن هم داشته باشیم، خوندیم گیزمو رو، میتونیم اینجا محور زد و اینجا مثلا خودش می نویسن اینجا محور ایکس، ولی نه، این چسبیده به دیوار خوبه، من همینو میخوام و بهتره که اینو باز کنید، بهتره سلیقه به خرج بدید و یکی از این گزینا رو بسته به رنگی که انتخاب کردید، تیرس یا روشن، و رنگی که این رنگ دیوار، رنگ بکگراندی که این میچسبه روش انتخاب کنید. مثلا من تست کنید، من اسکرین رو میزنم، خیلی خوب نشد، این مشخص نیست، بازش میکنم میرم مثلا اینجا مولتیپلای رو میزنم، بهتر شد، مولتیپلای خوبه. خب الان اسپیس رو میزنم تا اینکه ببینم خروجی چیه، اجازه بدید رندر بشه، رندر شد، میبینید که کاملا طبیعیه، یعنی وقتی دوربین حرکت میکنه تکست سایزش متناسب تغییر میکنه، از جاش هم تکون نمیخوره، یعنی انگار که روی دیوار واقعا این تکست نوشته شده. خب من فیلمو متوقف کنم، برم پنجره پراجکت یه ویدیو دیگه بردارم و بیارم این قسمت رها کنم، اینا رو خوندیم. خب ویدیومون آماده است، حالا بله دوباره میتونیم بریم افکت کنترل همون کار انجام بدیم، ولی یه پنجره دیگه داریم به نام تراکر، این بازش میکنم. تراکر رو نداشتید از منوی ویندو میتونید بیاریدش. خب دقت کنید لایه‌تون انتخاب شده باشه، وقتی انتخاب شده بود ترک کامرا رو بزنید، شروع میکنه به ترک کردن و اگر برم در پنجره افکت کنترل سمت چپ میبینید که 3D کامرا تراکر رو اوورده خودش و خب باید بهش زمان بدیم تا نقاط رو برامون پیدا کنه. همونطور که میبینید 99% شد و وارد مرحله بعد شدیم. خدمتون عرض کردم در حینی که داره کار میکنه به هیچ عنوان دست به این گزینه ها نزنید، اصلا بهتر هیچ کاری نکنید و حتی الان هم که کارش تموم شد خیلی دقت کنید، خیلی از این گزینه ها رو وقتی تغییر بدید دوباره از اول شروع میکنه، پس دست نزنید بهش. خب الان من یه مقدار سیبلم کوچیکه، میام اینجا تارگت سایزم رو مثلا میکنم 400% که بزرگتر شه. خوبه، این الان به نظر من خوبه، این نشسته روی دیوار. رایت کلیک میکنم، کرییت تکست ان کامرا رو میزنم، تکستم رو برام آورد. ببینید اگر خوب نبود، نپسندیدید، اینجا تکست و کامرا رو پاک کنید، دوباره از اول شروع کنید. اگر لایه رو انتخاب کرده باشید و اینجا هم افکت رو انتخاب کرده باشید، نقاط دوباره بهتون میده. خب من تکست رو انتخاب میکنم، یه اس روش میزنم، اسکیلش بیاد، میخوام کوچیکش کنم، میرم میکنمش مثلا 3000، بد نشد، حالا یه مقدار بزرگتر کنم 4000، خوبه، یه مقدارم جا به جاش میکنم، ایکسش رو از اینجا بگیرم بیارم این سمت و بهتره که باز کنم و حالا این دفعه به جای دارکن ببینم میتونم بهش هارد لایت بدم، خوب پیدا نیست، دارکن بهش بدم، بد نیست. خب اسپیس رو میزنم و اجازه بدید تا رندر بشه، رندر شد و میبینیم که قشنگ دوربین داره حرکت میکنه و تکست ما سر جا چسبیده و کاملا طبیعیه. خب ویدیو رو متوقف کنیم با اسپیس، بریم پروژکت و یه ویدیو دیگه بردارم بیارم اینجا رها کنم، یه کامپوزیشن برام با مشخصاتش ساخت، لایه انتخاب شده، اینجا ترکر، ترک کامرا رو کلیک میکنم تا اینکه این یکی هم برام پردازش کنه. ببینید این حالتش با بقیه فرق داره، اون اولیه میرفت جلو، دومیه از کنارش عبور میکرد، این اصلا کلن مایله و با زاویه است، میخوایم اینو هم تجربه کنیم. چه بهتره که بیایم پنجره افکت کنترلز بمونیم و صبر کنیم، به هیچ چیزی دست نمیزنیم تا اینکه کارش انجام بشه. 99% مرحله اول داره تموم میشه، وارد مرحله دوم شدیم، صبر میکنیم تا مرحله دوم هم تموم بشه. نقاطو به هم داد. خب سیبلم خیلی بزرگه، از اینجا کوچیکش میکنم،
و حرکت میدم. دوباره تکرار میکنم، فقط کافیه بچسبه روی اینجا که دقیقا زاویه که من میخوام انتخاب کرده باشه، وگرنه جاش مهم نیست. روی این دیوار اگر این سیب چسبیده باشه، شما تکستی که میارید و بعدا میتونید جابجا کنید. به نظر من این خوبه. رایت کلیک میکنم، کریت تکست ان کامرا رو میزنم و یه تکست ببینید قشنگ چسبون اینجا. حالا من میتونم تکست رو انتخاب کنم و با گیزمو یه مقدار وایش رو بیارم پایین، خب، و یه مقدار هم ایکسش رو بگیرم ببرمش اون انتها، بردمشون عقب. خب و با این ابزار خیلی رفت عقب، الان دیگه اصلا نمیتونم حتی ببینمش، پس برش گردونم. خواستم بدونید که البته میتونم هم ویدیو رو ببرم جلو تا بتونم ببینمش. خب پس این از این، با همین ابزار پس الان که میتونم ببینمش، روش اینجا دبل کلیک میکنم اومد و اسمم رو تایپ میکنم. خب این از این. حالا دوباره این ابزار رو انتخاب میکنم تا گیزموم رو ببینم. با گیزموم ایکسش رو باید پیدا کنم، این ایکسه، میکشمش دوباره یه ذره جلو، جاشو بهتر میکنم. خب بد نشد، برگردیم اینجا تا بهتر ببینیمش. رنگش هم میخوام عوض کنم، این تکست رو انتخاب میکنم، میام از این قسمت کاراکتر رو انتخاب میکنم و رنگش رو با این قطره چکون از این رنگای تیره اینجا انتخاب میکنم. مثلا این خوبه، بد نیست، اوکی. و مودش رو هم باز میکنم ببینیم دارکن جواب میده. خیلی چسبید، بد نیست، طبیعیه، ولی میخوام ببینیمش. مولتیپلایش میکنیم، خوبه، بد نیست. خب و برمیگردم سر جام، اجراش میکنم تا خروجی رو ببینم. اجازه بدید رندر بشه. همونطور که میبینید رندر شد و خیلی قشنگ داره خودشو به ما نشون میده. خب بریم سراغ ویدیوی بعدی. ویدیوی آخرمو میارم اینجا، رهاش میکنم و میاردش، 100%ش میکنم چون میخوام بزرگ باشه ببینیمش. خب یاد گرفتیم، اینجا یه ترکر داریم، بازش میکنیم. وقتی لایه ویدیو انتخاب شده، ترک کامرا رو میزنیم، شروع میکنه به ترک کردن. میرم در پنجره افکت کنترل تا بتونم ببینم چه اتفاقی میفته و صبر میکنم تا ترکش تموم شه. وارد مرحله بعد شدیم و باید صبر کنیم تا این مرحله هم تموم بشه. خب این مرحله هم تموم شد و میتونیم نقاطمون رو ببینیم. حالا یه مقدار من نقطه ها رو بزرگتر میکنم که بتونید ببینید، مثلا 300% میکنم. خب ببینید، اینم از نقاطی که بر، ولی رو این ساختمون آبی واسه من نقطه‌ای پیدا نکرد. البته بدونید چون همه اینا در یه راستاست، من قبلا هم عرض کردم من میتونم روی این راستا، روی این نقاطی که اینجا با این ساختمون در یک راستان یک تارگت پیدا کنم و تکستم رو باید جابجا کنم بیارم بذارم اینجا. من اینو صد میکنم و میخوام یه متد دیگه خدمتون عرض کنم. اینو باز میکنم و متدشو عوض میکنم و وریبل زوم میکنم و صبر میکنم تا از اول آنالیز کنه و نقاط جدیدی برای من پیدا کنه. میبینید که الان نقاط جدیدی واسه من پیدا کرد، روی این ساختمون نقطه‌ای نبود پیدا کرد. البته بدونید، دوباره میگم، از همینا میتونستیم استفاده کنیم و بعد اینجا ایجاد کنیم بیاریم این طرف، ولی خواستم با این گزینه‌ام آشنا بشید. الان ببینید حتی من میتونم اینجا هم یه متن روی این ساختمون بنویسم، ولی حالا میام اینجا که این کارو کردم ببینم کدوم یکی از اینا قشنگ چسبیده بهش. فکر کنم این خوب باشه. رایت کلیک میکنم، کریت تکست ان کامرا میزنم، لایه تکستم اومد. خب رنگ تکستم هم قرمز خوبه. یه اسکیل بزنم که فقط یه مقدار کوچیکش کنم، بکنمش 1500 ببینم چقدره. هنوز بزرگه، میکنمش 800. خوبه، بهتر شد. خب ایکسش رو میگیرم، یه مقدار میارم اینجا و از این ورم وایش رو میبرم بالا. حتی به نظر من یه مقدار چرخوندنم نیاز داره در محور زت ها،
یه مقدارم با گیزمو در محور زت ها میچرخونمش. خب اسپیس رو بزنم ببینیم خروجی چی داریم. رندر شد و میبینیم که با حرکت دوربین کاملا تکست من سر جای خودش ثابت ایستاده و کاملا طبیعیه.